خب ما غزل سوممون رو وسطاش بودیم و رسیدیم به این وفا مجوز دشمن که پرتوی ندهد. صدای من هست دوستان؟ صدای من هست؟ بله بله. وفا مجوز دشمن که پرتوی ندهد، چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنش. با اون توضیحی که من دادم که در واقع دشمن، اگر منظور حافظ دشمنی یهودیان نسبت به مسیحیان باشه، اینجا صومعه میشه صومعه مسیحی، نمیشه صومعه عرفانی. چون میدونه صومعه هم به تو ادبیات عرفانی ما مطرحه، یعنی بزرگان متصوفه اینها در صومعه هایی داشتن و در اون صومعه ها عبادت میکردن، خلوت میکردن، اعتکاف میکردن، و مسیحیان هم صومعه ای داشتن. یعنی این هم تو ادبیات مسیحی کاربرد داره، هم تو ادبیات عرفانی. اینجا بر اساس اون نظریه من میشه در واقع مسیحی. حالا بعدش نگاه میکنیم ببینیم اگه عرفانی هم باشه چه شکلی میشه. میگه وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد، چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت. یعنی اگر بخوای اعتباری برای صومعه خودت از اون کنشت یهودیان درست کنی، این نمیشه. دشمن به تو اعتباری نمیده، بلکه تو رو طرد میکنه، بلکه تو رو دفع میکنه، بلکه پوستتو میکنه. بنابراین تو بهتره که گوش نکنی به اون آدم هایی که منع میکنن تو رو از اون بوستان و نسیم بهشت، و من میکنن شراب فرح بخش و یار و حورسرشت، و اینها دوستت ندارن. اگه دوستت داشتن همچین فرصتی، همچین اپورچونیتی رو از تو نمیگرفتن. همون جور که هیچ وقت یک مسیحی در صومعه خودش اعتباری نمیتونه از اون یهودیانی که اون رو راندن و تبعید کردن به دست بیاره، بلکه همش پشت هم اندازی و دشمنی است. حالا گفته چون من برام یه ذره سرگیره که احساس بکنم دشمن منظورشون صومعه هست و مسیحی ها اینا، ولی چی تو فکر میکنید اگر که منظور دشمن همون بیت بالا باشه که میگه این جهان خراب که از خاک ما بسازد خشت، شاید منظورش از دشمن همون جهان خراب باشه؟ نمیتونه به این ترتیب بهش نگاه بکنیم آخه ببینن دشمن. ببینن وقتی که حافظ داره از حکایت اردیبهشت میگه، داره از صحن به حساب قشنگ طبیعت میگه، واقعا خیلی بعیده توی همچین لحظه این جهان رو، این دنیا رو دشمن فرض کنه. الان تو فازی هست که تو اون لحظه داره شیراز رو قشنگ میبینه، داره فضا رو قشنگ میبینه و داره توصیه میکنه به این که برین به سمت گلها و گیاهان و سایه ابر و اینها. خب توی همچی شرایطی که جهان رو آدم دشمن خودش نمیبینه، یه جهان رو دوست خودش میبینه. کی؟ میگه نها کنن ها شما اون این من بعدش دارم. به می امارت جان کن که این جهان خراب بران سر است که از خاک ما بسازد خشت. یعنی اینکه به اصطلاح ما این لحظه های خوشمون ناپایی داریم، این لحظه های خوش ما دائمی نیست، آخرش ما میمیریم. پس بنابراین بهتره که از این زیبایی ها و از این قشنگی ها استفاده کنیم. هنوز نافی این اغتنام فرصت نیست، میدونه؟ ولی خب حالا ناکنه یه نکته ای که حالا نکته ای که شما میگن هم میبینیم تو ذهنمون. یه چیزی که من اینجا میخوام تذکر بدم اینه که ما توی این عصر نئون و پسا نئون و LED که الان زندگی میکنیم، چراغ برامون خیلی پر نورتر از شمعه. ما امروز وقتی میگیم چراغ روشن بود، به نظر اون میرسه خیلی جایی روشنی بود. وقتی میگیم شمع روشن بود، به نظر اون یعنی یه جای تاریکی، درسته؟ ولی در عصر حافظ شمع پر نورتر از چراغ بوده. شمع ها خیلی پر نور بودن، چراغ ها کم. خود حافظ یه جا میگه چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. میبینه شمع رو به آفتاب نسبت میده، چراغ رو به یه چیز پت پت کننده معطوف به مرگی چیز میکنه. در سعدی بذارین یه مثال بخونم،
جهان خراب که این تدایی رو وجود داره، به جهان بیوفا و ناپایدار، نه که الان جهان بله، مطلب جهان بیوفا، جهانی که در واقع به عهد خودش وفا نمیکنه، خرابیش در شکستن عهدشه. بله بله الان بله مثلاش بله. بله دقیقا منم ایدم همینه. ببینه نها کنه اونجا که بزنه از سعدی مثالی بزنه، میگه ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد، یه اون آدم نفهمی که روز شمع روشن میکنه، زود باشد کشب شب روغن نبینی در چراغ. اینجا قشنگ آدم میفهمه چراغ چقدر بینوره. میگه آدمی که روز شمع روشن کنه، شب دیگه چراغ هم حتی نداره روشن کنه. میدونه؟ میتونست برعکس باشه، بگه آدمی که روز چراغ روشن میکنه، شب شمع هم نداره که روشن کنه. اگه ما امروز بخوایم بگیم اینه میگیم. خب یا مثلا فرض کنن که یه جا دیگه بزنم، اینم مثال دیگه دارم. مثال: ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد چراغ مرده. این که خوندم نه مثال اینجا یادداشت نکردم دیگه. ببینن این که در واقع شمع پس بنابراین کمسوه و پرنوره، ببخشید، چراغ کمسوه. خب حالا ناکنن میگه چو شمع صومعه، یعنی صومعه رو به مبارکی و روشنی و اون عظمت و نورانیتی که صومعه داره بخواد با چراغ به کنشت، یعنی اون چراغ مرده یه فرتوت، یعنی نگاه نگاهش به کنشت یه نگاه منفیه، نگاهش به صومعه یه نگاه مثبته. یعنی انگار صومعه داران مترقی بودن، متجدد بودن، دگراندیشانی روشنفکر انگار بودن، حالا روشنفکر رو در گیومه به کار میبرم، و کنشتیان متحجر بودن و کنشتیان رو به افول و مرگ بودن. و میگه خب نمیشه این رو بری با اونا مقایسه کنی، چراغ تو نمیتونی با او شمعت از چراغ اونها برافروزی و روشن بکنی، و بنابراین تو باید گوش به حرف ملامتگران نکنی. به می امارت جان کن که این جهان خراب بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت. این جهانی که پایانی برای ما جز تباهی و مرگ و خاک شدن نداره، آخرش هم ما رو میکشه، به کشتن میده، جهان که شما از گیرش نمیتونید دری که. بنابراین به می امارت می به می امارت جان کن. شما دارن امارت چی؟ دل کن. به می امارت دل کن، من دارم به می امارت جان کن که این جهان خراب. این بین جان و جهان آقای چیز ترجیح داده جان رو انتخاب کنه به خاطر بازی های زبانش. بران سر است که از خاک ما بسازد خشت، مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نباشه. دوباره همون مضمون رو تکرار میکنه که دفعه قبل گفته بود. بایزید بسطامی خب خیلی شیخ بزرگی بوده، اصلا بهش میگفتن تیفور و طاووس العرفا، خیلی مهم بوده، عارف خیلی بزرگی بود. بعد یه بار یه نفر بهش میگه که تو با این نامه سیاه اعمالت او دنیا روت میشه بری پلو خدا. بعد میگه که من از بندگی ساقطم، خدایی که از خدایی ساقط میشیم، حالا من بنده خوبی نیستم، اون که خدا خوبیه، برای چی نرم؟ اگر اونم خدای بدی باشه، آره خب نمیتونم برم بعد جنس باشه، خب نمیشه، ولی اون که خدای خوبیه. بنابراین ببینن در واقع اینم دقیقا حافظ داره همین مضمونه میگه، میگه مکن به نام سیاهی ملامت من محضه. چی اومده میگی نامه اعمال سیاه، نامه اعمال سیاه که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشه. کجا معلوم که چی میشه چی نمیشه؟ وقتی من رفته بودم خواستگاری زردین، تنها هم رفته بودم، مادرم هم خیلی هرس میخورد که انقلابی بودم. بعد خلاصه طرف های پمخیش های عروس میگفتن که دین نداره، ما نمیدیم دختر با آدم بیدین. البته این حرف رو بنده خدا به این دلیل می زدن
که میترسیدن از وضعیت سیاسی، بگنن نگران امر دین من نبودن واقعیتش، ولی به هر حال لفظ اینجوری به کار می. من در دفاع از خودم میگفتم که مهر نداره دین، اونجا در اون جلسه تو مهری نداره، اگه شما مهر دینی رو بدنتون هست به ما نشون بده. کجا مهر میخوره آدم که دین داره؟ سرنوشت تعیین نشد. اگر شما اعتقادی به دین دارید، اگر اعتقادی به خدا دارید، اگر اعتقادی به سرنوشت دارید، به اون مفهوم متافیزیکیش و کلاسیکش، هیچ قضیه معلوم نیست. و خلاصه دفاع میکردم این شکلی از خودم که نمیگفتم دین دارم، گفتم تش معلوم نیست، وضعیت نامعلوم. همون قضیه ای که در واقع حافظ به چیز میگه، به ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، این در واقع داره به سهل عبدالله توستری میگه. ببینه سهل عبدالله توستری بوده که در واقع چیز میخورده، یه ادعایی کرده بوده، ادعای عجیبی کرده بوده. سهل عبدالله خیلی صوفیه پرهیزکاری بوده، از اینایی بوده که مطلقا غیر ممکن بوده یه مثلا نمازش فوت بشه، غیر ممکن. برعکس بایزید، بایزید خیلی شخصیت بزرگی بوده، ولی بایزید اهل سکرم بوده، یعنی اهل مستی و اهل مستی، نه مستی شرابی ها، مستی این که حرفای چیز بزنه، حالا خیلی هم کر نکنی که مثلا نمازش حتما مستحباتش رو به جا بیاره اینا. ولی سهل عبدالله نه، سهل عبدالله خیلی همه چیزها رو به جا میورده. یک روز خود سهل عبدالله توستری میگه که من اگر باده بخورم بهتر از نان حلاله. همه تعجب میکنن، میگن چرا باده بخورم؟ میگه به خاطر این نون حلال که میخورم غرور میگیره، ولی باده که میکنم سرمست میشم، اگه باده بخورم سرمست میشم، غرورم تموم میشه و خودم میشم، ولی اگر نان حلال بخورم شکمم تخمه میشه و باد میکنه و خودمم مغرور میشه. و اون لحظه خطرناکی، به خاطر همینم حافظ میگه ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست نان حلال شیخ، اشاره به سهله، ز آب حرام. بله ما درسته که می میخوریم، ولی عوضش غرور در ما فرو میریزه. خب حالا اینجا هم همینه میگه، میگه که مکن به نام سیاهی ملامت منی مست، که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت. قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه هست میرود به بهش. و میگه که شما یادتون باشه که بیاین به فیونرال منو، یهو فیونرال ما رو بیخیال نکنین و دو در کنین و بریم، که میگه درسته که نام سیاه هم، ولی میرم به بهشت ها بعد اوچه پارتیتون میشم. آقای چه قشنگ میگه جانم ببرم. اینجا دیگه همین دقیقه میگه، میگه نصیب ما، نصیب ما بهش به خود آشناس خود که مستحق کرامت گناهکار، مستحق کرامت. اتفاقا تو اون شعری که شما میگن به سومه اداران هم اشاره میکنه، میگه که سیاهکارانن، مرو به صومعه کانجا سیاهکارانن. اونجا صومعه توی اون بیت حافظ منفی است و اونجا اتفاقا داره به صومعه ریاکارانی به اصطلاح صوفیان صومعه نشین و اعتکاف اونها سخن میگه، ولی این رو میگه، این نکته که شما میگین اونجا منعکس است. بله خب اینم تتمه این غزل که مونده بود. فکر کنم یه غزل دیگه هم بتونیم بخونیم. صبحدم مرغ چمن با گل و نوخاسته گفت، که جزء غزلیات به نظر من خیلی قشنگ و مکالمه ای و گفتگویی حافظ هست، که اینجوری شروع میشه که صبحدم مرغ چمن با گل و نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. یا آقای غیاسی بود، ایشون مترجم فرانسه به فارسی بود، خیلی مترجم خوبی بود، از فرانسه متون ادبی رو ترجمه میکرد اینا. این یه مطلبی من میخوندم ازش خیلی وقت پیش، اتفاقا این به این غزل حافظ رو مثال میزد و اینجوری شروع میکرد حرفش رو، که هیچ وقت از ذهن من نرفت این تمثیلی که به کار بود. اینجوری گفت، گفت یه روز حافظ صبح با زنش دعوا شد و به زنش گفت که
چی حالا خودتو گرفتی؟ فکر میکنی حالا مثلا چون خوشگلی؟ فکر میکنی نمیدونم پولداری؟ فکر میکنی نمیدونم چی هستی؟ تو فکر میکنی گل مثل تو کمه؟ دلبر مثل تو کمه؟ سنش گفت بله راست میگی تو، گل مثل من کم نیست، از من خوشگلترم خیلی هم، ولی تو عاشقی و اینجوری حرف میزنی؟ مردشور حرف زدن تو ببرم با این چه طرز حرف زدنه؟ بعد این مثال رو میزنه و بعد میگه که شما نها کنین این غزل حافظ چیزی غیر از اینه. میگه صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. و طرز حرف زدن نیست. حالا قبول، گل زیاده، منم یکی از اونا. حالا تازه شاید گلهای زیباتر و خوشبوتر از من بیشترم باشه. بعد در ادامهش جالبه، در ادامه میگه گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل. اینجا واقعا آدم واقعا احساس میکنه حافظ بازارش دعواش شده بوده، چون جام مرصع یعنی دهان، مرصعش هم یعنی دندون ها، مرصع یعنی جواهر نشان، می لعلم یعنی لب، یعنی بوسه. گفت می ماچ نمیخوای مرد حسابی، هر روز میای به من میگی ماچ بده ماچ بده. ببینه میگه که گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت. ما گریت میندازم مرد حسابی، دو میگه با این نوکای مژه‌ات باید مروارید سوراخ کنی، یعنی اشک بریزی. همینجوری گل مثل تو پیدا میشه، خیلی هم زیاده، معلوم میشه تو ماچ نمیخواد. اگه ماچ میخواستی حرف نمیزد. خیلی کانورسیشن خوشگلیه، خیلی کانورسیشن خوشگلیه. یعنی بدون اینکه وارد این حریم های کوچه بازاری بشه، بدون اینکه وارد این فضای مثلا گفتمان لودگی مثل من که دارم میگم بشه، داره قشنگ همین مضمون رو میگه با ادبیات فاخر دقیقا، ولی همین مضمون رو میگه که اگر شما طلبکاری از یکی، اگر عشق طلب داری از یکی، احترام بذار. اگر عاشقی میخوای بکنی، اصولی داره، قواعدی داره، هر چی زری که دلت بخواد که نهات بزنی که. خب میگه گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، میخوای تو این جام مرصع یه می لعلی بنوشی، یعنی از لبهای من کام بوسه بگیری، ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید شد. من یه سوال شاید هستم، خیلی هم سیوا نبید علتی داره که مرد باید عاشق باشه، زن باید معشوق باشه؟ نمیشه زن عاشق باشه؟ چرا اتفاقا توی ادبیات ما، تو ادبیات ما خیلی جنسیت زده نیست این قضیه. نه اصلا منظورم جنسیت، اصلا منظورم علت چیه که زن معشوق و مرد عاشق، هیچ وقت زن عاشق نیست. خب ببینه زن بیشتر عاشق بیشتر در ادبیات ما ببینم چرا زن عاشق نمیشه. ببینن اینو فروید شاعر ما اول میشه. بله حالا فروید میدونن تحلیلی داره در رابطه. فروید معتقده که زن مردان دیدبانن، زنها خودنما هست. این نگاه فروید. میگه زنان یاد گرفتن برای جذب جنس مخالف خودشون رو ارائه کنن، عرضه کنن. مردان یاد گرفتن برای جلب جنس مخالف دیدبانی کنن، یعنی چش چرانی کنن، دائم نگاه کنن به اطراف تا ببینن یکی رو جذب کنن. میگه این ایده فرویده و در واقع میگه که خاصیت دیدبانی یه پیامدهایی داره، خاصیت خودنمایی هم یه پیامدهایی داره. حالا یکی از این جلوه های این پیامد تو همین عرصه ادبیات، یعنی اگر اون عقیده فروید فکر کنیم درسته، شما که مثلا خب در پستانداران دیگه ما میتونیم ردیابی کنیم، مثلا ببینیم که چقدر پستانداران نر، و پستانداران نزدیکترین موجودات هستند به ما از نظر جانوران، اینا رو بریم ردیابی بکنیم ببینیم چقدر مثلا خودنمایی، مثلا تا مثلا
چیزها، گوزنها به خاطر جنس مخالف می جنگن، شیرها به خاطر جنس مخالف می جنگن و همدیگر لتوپار می کنن. و حتی مثلا گرگا، سکسانان، اینها پستانداران که نگاه بکنیم، خب احتمالا ما هم به خاطر جنس مخالف خیلی جنگیدیم، جنگ وجود داشته تو قبایل بدوی. یه نکته دیگری که وجود داره، شما ناکنه در یه قبیله بدوی در نظر بگیرید، یک مرد، حالا یه مرد نگیم، مثلا سه تا مرد برای یه قبیله مثلا فرض کنه 50 نفره کافیه که میزان زاد و ولد رو کنترل بکنه. ولی هر زنی که کم بشه، هر زنی که کم بشه یه بچه‌ای داره از اون قبیله از دست میره. ولی یه مردی کم بشه بچه‌ای از بین نمیره. فکر کنم هنوز سیستم ازدواج به این شکل وجود نداشته، خانواده فرض کنین وجود نداشته، یک سیستم خیلی بدوی رو در نظر بگیرید. بنابراین مردان در واقع اعزام میشدن از قبیله بیرون برای جنگیدن، برای پاسداری، برای شکار، ولی زنا در قبیله نگهداری میشدن به خاطری که لازم بوده که این قبیله بمونه، سر جاش بمونه، بچه میخواستن. هر زنی پتانسیالی در سال یه بچه میداده به قبیله. خب اینها همه عواملی بوده که در واقع ابتدایی ترین چیزهای ادبی ما مبتنی بر اینها هست. مثلا ما فکر کنم قدیمی ترین ادبیات عاشقانه موجود در مصر اتفاق افتاده، یعنی که الان ما داریم، در اختیار داریم، احتمالا قبلش هم بوده در مصر. ولی یه وقتی این رو بگم به شما که جالبه، از یه شاعر عربی میپرسن اولین شعری که انسان سروده چی بوده، ایشون میگه که من نمیدونم اولین شعری که انسان سروده چی بوده، من خبر ندارم، ولی میتونم این رو برای شما بازسازی کنم. میگن خب بکن. میگه که شما فکر کنید یه زن حامله در غار نشسته بوده و دیگه قدرت اینو نداشته که با شکم مثلا 7 ماهه بره دنبال شکار یا بره دنبال پیدا کردن نمیدونم ریشه گیاهان از تو زمین در بیاره، و خب مثلا دلش هم درد میکرده، کمرش هم درد میکرده و توی غاری نشسته بودی کنار آتش، و شوهر این صبح احتمالا ترک میکرده غار رو تا بره یه آذوقه پیدا کنه، هم خودش بکنه هم برای این زن حاملش بیاره. میگه شما فکر کنید یکی از این روزها این مرده هیچی گیرش نیاد، نه خرگوشی بتونه بگیره، نه شلغمی بتونه پیدا کنه، نه میوهی بتونه. خب بعید نیست دیگه، احتمالش خیلی زیاده. میگه وقتی که ای داره برمیگرده غار، احتمالا تو راش برخورد میکنه به یه گل. این هم چیز عجیبی نیست. میگن بله درست. میگه احتمالا یک بار، یکی از این دفعات، یکی از این گلار میچینه و میاره خونه، تو غار میده به زنش، میگه این داشته باش، امروز هیچی گیرم نیمون، این داشته باش، فردا میرم سعی میکنم. میگه اولین شعریه که انسان سرود. حتما هم این اتفاق افتاده، همه عقل ما قبول میکنه حتما این اتفاق یه روز افتاده. این هست که شعر در واقع هدیه شده به زنان. اصلا ببینن، گفته میشه که زنی که با شعور باشه بجز با شعر نمیشه خامش. این گفته شده در تاریخ که زن بزرگ، زن عاقل، زن با شعور رو فقط با شعر میشه به زانو درآورد، با هیچ دیگه نمیشه. خب یعنی در واقع شعر تقدیم شده به زنان برای اینکه ما از شما حمایت میکنیم، ما ایستادیم به خاطر شما. به خاطر همین خب رنگ زنانگی رفته به سمت معشوقیت در شعر و مردانگی رفته به سمت عاشقیت. منتها حالا این که گفتم در ادبیات ما معکوسش هم وجود داره، اتفاقا به خاطر تصوفه. ببینید تصوف جنبه های منفی داشته تو تاریخ ما که میشه ساعت ها راجبش صحبت کرد. مثلا خرد ستیزی تصوف خیلی بد بوده واقعا برای جامعه. منتها چیزهای درخشانی که داشته، مثلا تسامح در دین، که لیبرالیزمی که در ما ایرانیان هست، واقعا ما مدیون تصوفمون هستیم. و یکی دیگه از خصوصیاتش این
امر جنسیت رو کمرنگ کردنه. یعنی رابعه در تذکرة الاولیا به حدی شخصیت و بزرگیه که واقعا کسانی که تذکرة الاولیا خوندن میدونن که نمیشه بین رابعه و مثلا حلاج، بین رابعه و بایزید مثلا گفت که چون زنه مثلا یه درجه کمتره، اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر این که عرفای ما میخواستن، تصوف ما میخواسته بگه که هرچی که مادون خدا هست و ما سوای الله هست هیچه. وقتی که ما بپذیریم که همه چیز هیچه، چرا احمق باشیم که فکر کنیم اون صندلی از اون میز بهتره یا بدتره؟ وقتی که هیچه، وقتی که دو نفر هیچن در مقابل یک امر سومی، قطعا برابر میشن. همین که برابر میشن با واسطه هیچی، این کمک کرده به ما که زنان رو برکشیم، که زنان رو برکشیم و نگذاریم که اون فشار مرد سالارانه و ستیز مرد سالارانه خورد کنه استخوان زنان ما رو، در کمک کنیم به این که به خاطر همین مسئله، این در ادبیات ما عاشقی به سمت زنان هم رفته و معشوقی به سمت مردان هم آمده. از قضا یکی از بحث های جدی تو ادبیات ما درست میشه، برکشیدن رو به معنی عاشق بودن ممتاز کردن، بالا آوردن و مطرح کردن، بله. و ناکنن، بله. و ببینید یکی از بحث های جدی تو ادبیات ما الان اینه که آیا ما معشوق و مرد یا زنه؟ میدونن الان کتاب شاهد بازی آقای سیروس شمیسا که خیلی هم سر صدا کرد، اصلا از اول تا آخرش راجع به همین موضوع است که ما اتفاقا معشوقمون خصوصیات مردانه داره، یعنی مثلا تیراندازه، شمشیرزنه، بعد نمیدونم نرد بازی میکنه، اسب سواری میکنه، بعد نمیدونم چه میکنه، همه مثلا وسایلش به چیزای جنگی تشبیه شدن، مثلا زلفش به چاه زن... چیز یعنی سیاه چال و زندان تشبیه شده، موجش به نیزه تشبیه شده و همش خیلی جنبه‌های مردانه. یعنی این تعادله میبینیم که وجود داره، ولی اون نکته که ریشه‌ای که حالا آقای فروید هم میگه سر جاش هست. در اداره سرعت میکنم مثلا یونگ هم هست شد بعدش که اومد دیگه اتفاقی داشت همین قضیه که اصلا بحث زن و مرد مثلا نیست، بحث زنانگی و مردانگیه. چه بسا یک مردی زنانگیش غلبه کنه مردانگیش، برعکس زنی مردانگیش غلبه کنه. حالا به طور پیشور در مردان مردانگی در ظاهر پرنده، در درون مردان اتفاقا درونی پرنده، همون آنیما و آنیموسی که بله بله خداحافظ خودش یه جایی خودشو معشوق حتی فراتر از معشوق میدونه، خودش همیشه عاشق نمیدونه. مثلا خوینی یا میگه مثلا شعر حافظ، شعر خودش خیلی پر میگه بوتسیان بویی که شعر حافظ از بر میکنه، یعنی خودش حتی بوتسیان بالاتر میدونه. خداحافظ جایگاهش رو فقط به عنوان یک عاشقی که مثلا دلی گیلاری میکنه اش فرصه نمیدونه، اتا معشوق میدونه خودش رو یه جاهایی. بعد خسرو شیرین هم یه همچین چیزی هست، شیرین به همون اندازه عاشقه که خسرو هست. بله، تو داستان خسرو شیرین همین جوریه و واقعا حتی غیر از شیرین، حال شیرین که حالا خیلی شخصیت محوریه، ولی مثلا شکر اصفهانی هم که تو داستان هست خیلی اکتیویست عاملیت داره، میدونن یه زن عامل و عامری هست، یا مثلا مریم، یعنی زنان داخل منظومه همشون عاملیت دارن. بله، تو تضاد خیلی بزرگ هم هست وقتی که ما عشق رو ارتقا میدیم به سمت خداوند، اون موقع خداوند فقط در جایگاه معشوق میشیم، و اون وقت اگر قرار باشه که ما یه جایی نگاه بکنیم به اینکه کسی بلنده، کسی عزت داره، کسی محترمه، که عاشقه، بعد اون وقت چرا خداوند مظهر تمام خوبی‌ها و صفات‌های عالیه در صورتی که مظهر عاشقه نیست؟ ببینن عرفای ما راه حلی برای اینم پیدا کردن. ببینن در آیین زرتشت صحبت از این هست که همون قدری که گیاهان به خورشید نیازمندن، خورشید هم به گیاهان نیازمند. یعنی خورشید اگر گیاهی نباشه
چه کار میخواد، بر چه میخواهد بتابد، بر چه میخواهد بتابد. این مضمون رو عرفای ما هم برداشتن از قرآن، هم اون داستان یحبکم و یحبونه رو در آوردن و از این تعالیم ایرانی و زرتشتی هم بهره برداری کردن و این مضمون رو ساختن که اتفاقا خدا چون که آینه ای نداشت انسان را آفرید، یعنی از یه lack of something، یعنی در واقع خدا زیبارویی بود که سیمینه و زرینه داشت، این سیمینه و زرینه هم زیاد داشت منتها آینه نداشت، مثل یه زنی بود که پر از جواهرات بود و آرایش میکرد خودش یه جور نمیتونست بینه. همیشه من مثالش میزنم، میگم یه نفر انداختن زندون، گفتن چی میخوای، گفت یه مثلا باکس سیگار وینیستون، بعد یه هفته رفتن سراغش گفتن که چی میخوای، گفت کبریت داریم، آقا تو زندون آدم بدون کبریت سیگار بزنه چی در. حالا خدا در واقع اینجوری بود که سیمینو تو نگاه عرفانی مرساد العباد زمان چیز نوشته شده، مولوی نوشته شده، یعنی هم عصر با مولوی، در اون به اسلام میگه که خدا سیمینو زرینه زیاد داشت بعد آینه نداشت، انسان رو آفرید و در قلبش که 1001 تا آینه نصب کرد که هر کدومشون رو خدا میتونست از یه زاویه‌ای نگاه کنه، مثلا غضبش رو در یک آینه ببینه، خشمش رو در یه آینه ببینه، تکبرش رو در یه آینه ببینه، رحمتش رو در یه آینه ببینه. در واقع انگار که انسان معشوق بود و خدا عاشق بود، دنبال یک کمبودی داشت و دنبال یکی میگشت که این رو، و اینجوری در واقع باز از همون میگم تعالیم زرتشت در میاد و حالا از تو قرآن هم اون داستان یحبهم و یحبونه که از تو قرآن در میاد به زور چیز میشه با این مسئله در هم میآمیزه، به خاطر اگه شما کانتکستش رو ببینید کلی نگاه کنید تو کانتکست، من البته جزئیاتش یادم نیست ولی نگاه کردم تو کانتکست کلی خیلی جور در نمیاد با این فهم، ولی از اون هم استفاده کردن، از این مضمون هم استفاده کردن، یه راه حلی براش پیدا کردن که در واقع این نکته رو برآورده کنن. تو کنم سوالی که ایشون دارم مثلا توی یک فضای عاشق و معشوق نیست، فضای خود عشقه و تعریف از خود عشقه که این نکته شما بود، اینو حافظ به حسن زیبایی مطلب که گفتیم مثل خانومی که مثلا در پس پرده اینکه در ازل پرده حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه آرام داد. یعنی قبل از بحث عاشق و معشوقی باید خود اون کانتکست عشق رو متوجه بشین که این کانتکست عشق توی ادبیات حافظ با حسن خیلی ارتباط داره که مثلا سهروردی هم قبلش تو کتاب تی حقیقت عشق باز می‌کنه که مثلا حسن و حزن و عشق رو با هم در میاره. این نمیتونه بگه خدا عاشق و معشوقه، باید اول از عشق شروع کنیم، باید خود عشق با حسن با حسن و حزن ارتباط داره که تو در ازل پرده حسن تجلی در ذات تو حافظ به کار بره. بله بله متشکر. خب کدوم بیت بودیم؟ گر طمع داری از آن جام مرصع، اصلا وقت داریم؟ 3 دقیقه وقت داریم، با سرعت بقیش میکنیم. میگه تا ابد بوی محبت، من دوست دارم بگم محبت ولی میدونم حالا درستش محبت، تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت. این همون داستان تعظیم و جارو کردن در میخونه به مژگان و این هاست. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسید، هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت. و داره در واقع هنوز اون خانم این سناریوی ما به اون آقایه که بچه پر رو بوده بعد حرف زده بوده داره جواب میده، میگه تا ابد بوی محبت، یعنی الان که ماچت نمیدم هیچی، تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت، گفتم گفتم ای جام جهان بین. شعرهای حافظ معمولا بیتای حافظ موقوف المعانی نیستن ولی این یکی فکر کنم هست، باید دوتا بیت رو با هم بخونیم. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت، گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو، گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت. خب این مسند جم رو اینجا
ما متناسب با لطف هوایی که توی اون بیت قبل گفته میتونیم باد معنی کنیم، چون گفتیم جم یعنی سلیمان و سلیمان هم بر باد سوار بوده، قالیچه حضرت سلیمان رو باد سوار بود. پس گفتم ای مسند جم یعنی ای باد، جام جهان بیند کو، یعنی تو که مسند جم داری، تو که بر باد سواری، تو که سلیمانی، تو که جمشیدی، پس جام جهان بیند کو، جمشید قرار بود با جام جهان بین باشه، نه؟ حالا اگر مسند جم رو متناسب با گلستان ارم بگیریم بالا، چون گلستان ارم برمیگرده به یه باغی که ظاهرا توسط شاه شیخ ابو اسحاق اینجو ساخته شده بوده در شیراز و به قسمت شاهنشینش میگفتن گلستان ارم، و احتمال میدن بعضیا این باغ ارمی که در شیراز هست در واقع باقی مانده از همون امارت شاهنشین و همون به اصطلاح چیز هست، همون همین گلستان ارم. حالا اگر اینجا داریم در واقع شعر حافظ داره از اون فضای عاشقانه ابتدایی معطوف میشه به، در این صورت گلستان ارم رو بگیریم و مسند جم رو بگیریم، برمیگرده به یکی از کسانی که حافظ خیلی دوستش داشته و اون شاه شیخ ابو اسحاق اینجو هست که در ابتدای جوانی حافظ توسط امیر مبارزالدین محمد حاکم قلدر که در واقع حالا یه وقتی کرمان بوده بعد حمله میکنه به شیراز و شیراز رو میگیره کشته میشه، و حافظ هم خیلی آدم رو دوست داشته، چون خودش هم یه جا گفته چی میگه، یاربان خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل، یعنی دوست داشته ابو اسحاق اینجور. خب حالا بیام فرض کنیم داره ابو اسحاق رو میگه، میگه در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشف، بادی می خورد زیر زلفای آقای ابو اسحاق اینجو، گفتم این مسند جم جام جهان بیند کو، گفتم شراب کو، گفت افسوس که آن دولت بیدار بخورد، گفت که تموم شد آقا داستان، به چیز دنبال چیز. سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا می ده و کوتاه کنین گفت و شنفت. و معلومه که این بعد از مرگ ابو اسحاقه و حافظ احساس میکنه اون مسند جم رفت، اون جوانی رفت، اون نوستالژی رفت، اون لحظات خوش جوانی سپری شد، و سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا می ده و کوتاه کنین گفت و شنفت. مثلا بیت آخر نها کنن، اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت، دیگه چقدر من غصه بخورم که آقا بعد کاری کردیم انقلاب کردیم، کاش نکردم، کاش نکردم، چقدر آدم بشین غصه بخوره، چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت، ولی کار دیگه هم نمیتونم بکنم. یعنی در واقع به نظر میرسه غزل در فقدان و یادآوری اون لحظات خوش نشستن با شاه شیخ ابو اسحاق در اون باغ گلستان ارم بوده، و حداقل اینجوری داره غزل تمام میشه. و بنابراین اگر اینجوری بگیریم مسند جم رو میتونیم و با گلستان ارم جم بزنیم، و خب یه ایهامی هم داره به خاطر لطف هوا به داستان سلیمان. خب فکر کنم دیگه وقت نداریم.